سلامت دوباره تقدیم میکنیم در لحظات پایانی بخش سرخط برنامه بامداد و امروز در رابطه با مخالفت پاکستان در برابر تحصیلات قبایل پشتونها در افغانستان می خواهیم صحبت های داشته باشیم با جناب فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان اینجا با ما هستند اگر شما هم سوال دارین میتونین که سوالات تا مطرح بکنین 86 56 خط ارتباطی است و در رابطه با بورسیه ها می صحبت های داشته باشیم با آقای امین ولی چند تصویر میبینیم پس از چند دیدن چند تصویر دوباره برمیگردیم آقای امین سلام صبحتان بخیر امیدوار هستم که آغاز هفته را به خیر آغاز کرده داشت. تشکر سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان از شما و خبرایی که سرخط خبرها شده در ای اواخر در رابطه با امین مخالفت پاکستان در برابر تحصیلات پشتونهای قبایل در افغانستان هستند بین در رابطه با علت صحبت بکنیم که علت مخالفت اسلام آباد چی بوده میتونه چرا در برابر تحصیلات پشتونهای قبایل در افغانستان مخالفت خب هر کشوری که بره به طرف دموکراسی و نهادی نشدن دموکراسی کوشش میکنه که حوزه تحصیلات را از سیاست های بسیار قید و خشک جدا بسازد تحصیلات برای هر فرد بینوان یک اصل در تمامی کشورها به خصوص در قرن 21 مطرح است ما به عنوان مجریان برنامه های یا تطبیق کنندگان برنامه های تحصیلات عالی امروز در افغانستان خوشبختانه شاهد تحولات بسیار چشمگیر در حوزه تحصیلات عالی افغانستان هستیم و از امید دید به دیگر کشورها میبینیم خصوصا کشورهایی که نمیخواهند که یک بخش یا یک صوبه از تحصیلات بهرمند نشن یا محروم بمانند قطعا ما مخالف هستیم و افغانستان خوشبختانه در دهه شهست، افتاد و اشتاد میزبان محصلان بسیاری از کشورها بود از فلسطین، از بلغاریا، از کشورهای آسیای مرکزی از هندوستان و از سایر کشورها در های متعدد و امروز هم ما مصمم هستیم که از کشورهای مختلف و متعدد اما قسمی که محصلان و جوانان عزیز ما در کشورهای متعدد دیگر مصروف فراگیری تحصیلات تالی هستند به خصوص در مقطع لسانس و ماستری و دکترا ما هم در رشته های دارای که امکاناتی که داریم و شرایط موجود ما میزبان محصلان باشیم در, در، پوانتون های مختلف خوشبختانه ما امروز در پا... از پوانتون کابل مسلان خارجی را فارغ دادیم در رشته های ادبیات به خصوص زبان های ملی ما رشته شرعیات ژورنالیسم و رشته های متعدد دیگر ما همچنان در پوانزای های طب ما مسئولین خارجی را میزبانش بوده ما هستیم و کوشش ما برعکسی از در حوزه تحصیلات عالی افغانستان که ما بیشتر شاهد حضور مسئولان ما در پوانتون های خصوصی و پوانتون های دولتی باشیم که امروزه خوشبختانه ما از ایران از ترکیه از پاکستان، از اندوستان، از کشورهای متعدد در برنامه های اکسچنج و مبادله های علمی شاهد حضور محصولانی هستیم با توجه به امکاناتی که داریم که در اینجا دست به فراگیری تحصیل میزنند و دیدگاه و استراتژی وزارت تحصیلات ای است که برای تحصیلات عالی باید دروازه ها باز باشد و این چیز تازه نیست بله. امین ای در زمان های حاکمیت مثلا از چندین سال پیش بله. اگر مثال بتیم در زمان حاکمیت محمد ظاهر شاه بله. بود جوان های پشتون از های سوی می آمدن در مکاتب بله. رحمان دولتی. بابا خوشحال خان, بله. و امثال اینا مصروف فراگیری تعلیم, بودت تعالیم بودت تعالیم بودن. تدریز بودن. یک چیز دیگه ای که اشاره هم شده یکی از اعضای از پارلمان پاکستان اشاره دقیق. کرده که گفته حتی معصیلینه که درخواست دادن بعضی که بیان در افغانستان تحصیلات بکنن از طرف حکومت پاکستان مخالفت, مخالفت صورت مخالفت گرفته بله. حتی سیم های از اینا سلب شده سلب شده و بله. مسدود شده بله. ما متاسف هستیم ما به عنوان کشوری که امروز حوزه تحصیلات عالی افغانستان بسیار رشد بله. قابل ملاحظه را هم در بخش کمی و هم در بخش کیفی دارد ما باز هم تاکید که مو قسمی که ما مثال زدم از دهه 60 حتی قبل تر از او تا دهه 80 ما میزبان بسیاری از محصلین نه تنها از منطقه بلکه از کشورهای دور بودیم امروز هم خوش خوشبختانه که ما تانستیم در رشته های مختلف در او دوره در انجینری در تب در حقوق در رشته های مختلف ما میزبان بودیم امروز هم امی ظرفیت در افغانستان با وجود آمده که ما میتونیم میزبان باشیم در پوانتون شیخ زاید در پوانتون ننگرهار در پوانتون های کابل در رشته های مختلف و کسایی که بسیار قید میگیرن باید بدانن که تحصیلات عالی در تمامی دنیا جدا از سیاست های قیدگیرانه است بازم من تاکید می کنم. ما امروز میریم به طرف جهانی شدن و در جهانی شدن یگانه اصل که میتونه جنبه عملی و تطبیقی داشته باشه بحث تحصیلات و فرهنگ است خوشبختانه ما ابتکارات بسیار جدی در حوزه تحصیلات عالی افغانستان داشتیم که دیگه اونا باید الگوبرداری با کنن از حوزه تحصیلات عالی افغانستان و اجازه بتن که جوانایشان به اینجا به فراگیری تحصیل ما مشترکات بسیار جدی فرهنگی فکری داریم و هیچ گونه سیاست نمیتونه سایه به افغانه بر حوزه تحصیلات جناب امین صاحب کوتا کوتا میخوایم پاسخ بشنویم از شما در رابطه با شرایط تحصیلی در افغانستان هم میشه صحبت داشته باشیم <تصفح> که ادبای دیگه کشورها چطور میتونن که شامل تحصیلات عالی افغانستان شوند و بشاره هم میشه برای بورسی های امسال با داشته باشه بله ما میتونیم در قالب تفاهم نامه ها بین پوانتون ها بله. برنامه های مبادله علمی صورت بگیره بله شرایط بله. داره شرایط در تفاهم نامه ها مشخص میشه با تکمیل شرایط مثلا داشتن اسناد تحصیلی و تعلیمی بر مقطع لسانس به می ترتیب به مقطع ماستری ما مثلا تفاهم نامه هایی را که با کشور چین داریم با کشور هندستان داریم مبادله ها بیشتر دو جانبه صورت میگیره همین روزی که ما شما صحبت میکنیم مثلا ما با کشور ترکیه مبادله های علمی داریم یا تبادل علمی فرهنگی داریم که یک تعداد از جوان ها در پوانتون کابل با مصروف فراگیری تحصیل هستند ادبای خارجی بازم تاکید می کنم از چین از کشور هندستان از کشور ایران از کشور ترکیه حضور دارن نه تنها در پوانتون های دولتی بل در پوانتون های خصوصی ما امروز تحصیلات یک انتخاب است هر کس در هر جایی که میره معلومات میگیره انتخاب میکنه و دروازه های پوهنتون های افغانستان با تکمیل شرایط براخ در رشته های دارای امکانات و شرایط براخ تمام اعتبای خارجی باز است و کوشش ما برای انباشت این برنامه هاست که ما حوزه تحصیلات عالی خود را نه تنها به یک ارزش بلکه به یک در پولیش به یک ارزش تجارتی و اقتصادی در نظر داشته باشیم ما در رشته های علوم طبی خود شاید میزبان مسلان خارجی بودیم از پاکستان از هندوستان از ایران از ترکیه و سایر کشورها و میولم که ما شما صحبت میکنیم یک تعداد محصولات ما و کشور چین و از کشور چین در رشته های مثلا حوزه زبان شناسی می این با کشور افغانستان در پوانزه ادبیات یا دانشکده ادبیات دانشگاه کابل و سایر دانشگاه های ما مسئولین حضور پر رنگ می داشتند این های تحصیلی هم صحبت داشته باشیم ما امسال بسیار بورسیه های خوب را در چند کاتگوری داریم که خوشبختانه بیشترین بورسیه هایی را که ما ما در مبور... کشورهایی که صادقانه بورسیه های بسیار خوب در اختیار دولت ما قرار میته در اختیار وزارت تحصیلات عالی قرار میته بله هندس اول بله, بله. میخوایم امیره بگویم که بسیار با شرایط خوب ما امکانات را در اختیار جوانای ما قرار میده با یک پرداخت مددماش و ماش بسیار خوب و دارای امکانات بسیار نیک و خوب که جا داره ما سپاسگزاری میکنیم به می ترتیب کشور ایران بورسی های بسیار خوبه در اختیار جوانای ما قرار میده در سه مقطع لیسانس ماستری و دکترا همچنان کشور ترکیه صادقانه بورس های بسیار خوب بله. بس. میده کشور روسیه بورسی های بسیار خوب را در اختیار دولت ما قرار می و از عزیز ما کشور چین به می ترتیب و سایر ماز ما جوانای ما تقاضا میکنیم که بورسیه هایی که به صورت دولتی تفویض میشه به حوزه تحصیلات عالی افغانستان هم میتونن از طریق سایت وزارت تحصیلات دسترسی داشته باشن چک بکنن و ثبت نام بکنن و هم به صورت آنلاین بعضی کشورهای دیگه که اسکالرشپ های به شکل فول اسکالرشپ است نیمه اسکالرشپ است میتونن از طریق سایت وزارت تحصیلات عالی مراجعه بکنن به این سایت و ثبت نام بکنن کشورهای دیگه هم است که بورسیه های بسیار خوب را بر ما تفویض میکنه کشورهای مرکزی است اما بیشتر رضایت را که دولت وزارت تحصیلات عالی داره از کشور هندستان است که صادقانه بورسیه های بسیار خوبه در اختیار ما قرار می و همچنان کشور ایران تبادلاتی که صورت می گیره یعنی تا جایی که ما می بینیم بسیار صادقانه بورسیه ها را در ما خوب همکاری ها با کل کشورها داریم بس. اما ما مخط درشت را که برسیه های را که در خدمت محسلین ما قرار میتن و صادقانه سیاسی نمیسازن برسیه ها را خراب نمیکنن بورسیه ها را کشور هایی است که ما خدمت دن دیگه بورسیه های از امریکا هم داریم که ما قابل ذکر میدانم که خوب است از طریق سایت وزارت تحصیلات و جوانای ما های کشور انگلستان کشور جرمنی بورسیا بسیار خوبه در اختیار ما قرار میتن. در برنامه ها های پروژه‌ای بورسیه هایی که برای شکل دولتی بل... در نظر گرفته در پایان کوتا می‌خوام میرم از ای آیا برخ... با آیا ختم بکنیم بله. آیا تعلیم و تحصیل یک گزینه برای حل مشکلات منطقه بوده میتونه به نظر دقیقا بله ما با فراگیری تحصیل با مبادله های علمی فرهنگی میتونیم که اغلب مشکلات سیاسی خود حل بکنیم زمانی که پنج نفر ده نفر صد نفر پنجاه نفر معسل از قشر و ناس و زکور در پوانتون های ما حضور پیدا میکنه و به می ترتیب جوان ما میره به کشورهای مختلف منطقه ای در واقع باعث انباشت روابط باعث نزدیکی کشورها باعث خوبی در فکر و مبادله فکری و میگردد خیلی هم سپاسگزار هستیم جناب امیر صاحب خوش شکر. شکر. ما خدا حفظی <تصفح> می کنیم تا فردایی که دوباره برمیگردیم همیتونه به الله یک تو و هم تا میسپاریم گپ همیشگی لبخند لب داشته باشین و یک دیگرتون هم دوست خداوند نگهدار تک تکتون تک باد